الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب پاره سیم قرآن آیه رقم 255، نام این آیه بزرگ آیت الکرسی، در زبان هامون مشهوره، در خانه هامون مشهوره، در دین مون مشهوره، حتی یگانه آیت هست که چقدر همه قرآن بزرگه، نکه این آیت در بینش میگه جدا کرده با نامی چیه؟ آیت الکرسی. خب از کتاب انجیل مرقس باب 21 آیه 11، انجیل متی باب 24 آیه 7، قحطی و بیماری در نزدیکی قیامت زیاد میشده، حتی در نزد مسیحیان در کتاب اینا اومده که بودست که آخری زمان در قحطی و بیماری زیاد میشده است. طبق آیین مسیحیت پیش از پایان یافتن عالم، نزدیک شدن به قیامت، فشار، سختی، زمین جنبی پی در پی می آمده، مردم به نهایت به هیچ می مردیم. همین سحر می خیزه برادر می گنی کس مرده به هیچی، حیران می شه. مرگ مفاجات زیاد می آمده، قحطی می آمده است، کمچینی زیاد می شده است، زمین جنبی زیاد می آمده، همین گونه دردهای هولناک می آمده، حتی از آسمان در بالای سری مردم روز تا روز غم بسیار می باریده. انجیل مرقس باب 21 آیت 11، قول عیسی مسیح، قحطی ها و باها، کسلی های تبوبت نشونده به سرعت، زلزله ها چنان پدید می آید، در جای دیگر می آید که روی زمین عسرت، سختی، تنگی، قحطی، جامعه ها در بیرحمی به درجه علم بشر پیش می رود، با وجود همین بیرحمی بشر پیش می رود، همین قدر دانوگی علم پیش می رفته با بیرحمی زیاد می شده. برابرده انا همین کارو در روی زمین، تنگی در روی زمین می آمده است، حیرت در روی زمین می آمده است، امت ها، مردم ها داد می زده استیان که یک انسان پیدا شد و دستی ما را گیره، ما را از این ظلمت تاریکی نجات دهد. مردم دیگر رو به همین می آوردیان. به نظر می رسد در اینجا که منظور از حیرت و داد زدن جمعیت از آن است که آن روز یگان دین جوابگو شده نمی تواند برای انسان ها که حرام و حلال، ظلم و عدل جدا کند، فقط اسلام. همین خل رفتن گیره دیگه مردم میگه خودش به اسلام بیایم، همین خل رفتن گیره میگه دیگه مردم خودش میبیایم، حتی که حق از ناحق جدا کردن نمیتونن. میگه آخر زمان همین بده است که همین آفتا را شما منتظر باشید. آیین مسیحیت هم پیشگویی کرده بده است، آیین مسیحیت هم پیشنهاد کرده بده که جمعیت دیگر خودش میخیزن و سوی حق و ناحق میبرو. درون دل انسان ده یک کلمه هست با نام آرمان، من خیلی کلمه میدونم چی نام دارم؟ آرمان. آرمان انسان ها دیگه به پل جمکنی نشکسته است، به خونه سازی نشکسته است، به جوره بازی نشکسته است، به زنگیری نشکسته است، به این دیگه دنیا آرمان نشکسته است. یگانه چیزی که آرمان میشکنه این آیین رسول الله های ما را آرام میکنه، آرمان میشکنه. شما هیچ کس تا میگه این آیین مسیحیت خوش آمده است کتاب باشان، معلوم است میگه که مردم خودش گم میخیزه حق میکنه. امروز ها در خود اروپا میگه مردم سیله سیله میگه امروز میبیم مسلمان میشوم. از روی دعوت وارد شوی به اسلام یکی از به سرعت ترین دین ها امروز اسلام شده است. از روی تعدادی که در اسلام در اومده است به سرعت میگه. برای چی؟ مردم آرمان شد دیگه اسلام یفته است. تازگی، پاکیزگی، حق، عدالت، 1400 سال میشه و یک ویرگلش دیگرگونه میشه.
همه در اسلام برابریه. اولین ندایی که خدا میکنه پیغمبرش میکنه که تو باید اصلاح شوی، تو باید نماز خونی، تو باید امینه کنی، تو باید از اویلت سر کنی، تو باید از اجداد سر کنی. دین حق و حقیقت، انشاءالله انشاءالله وعده حق نزدیک است. انشاءالله انشاءالله وعده حق نزدیک است. موده هیچی در کار نیست، مردم خودش حقیقت گفته است دیگر. مردم دیگر حق حقیقت خودش گفته است، اومده است. برای همین انجیل مرقس باب 21 آیه 11، انجیل متی باب 24 آیه 7 بیان کرده که بده نشانه قیامت هم. خب برادرای عزیز و نمازگزارای محترم، ما امروز اکنون شروع میکنیم با آیت الکرسی. خب ما در قرآن داریم آیت هایی که او را میگن آیت الکرسی. در اینجا کلمه کرسی آمده گه وسع کرسیه. کرسی چیه؟ حالی جاش در میبیاییم و بحث میکنیم. ما داریم آیت های ملک. در قرآن آیه هایی هستن که نامگذاری شده گیم. آیت ملک، آیت ملک کدام های؟ قل اللهم مالک ملکی تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء. اینا میگن آیت ملک. ما در قرآن داریم آیت دین، قرض. یک ورق قرآن آمده گیم اذا تداینتم بدینین الى اجل مسمى، آیت دین. ما در قرآن داریم آیت چی؟ ولی بدن، الله ولی الذین آمنوا. یکی از همین نامگذاری ها در قرآن آیت الکرسی بده. آیت الکرسی چی آیت است این؟ آیت الکرسی برای چی از تمام قرآن فضیلتش بلنده؟ سببش چیه؟ یکمش روایت میکنه امام بیهقی در شعب الایمان از ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری روایت میکنه که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدیم فرستاده خدا یگان آیه در قرآن هست نازل شدگی باشه و او بزرگ باشه؟ حضرت گفتن بله. گفتن کدام ای؟ گفت الله لا اله الا هو. پاگیز آیت الکرسی را خوندم. در قرآن گفت با فضیلت ترین آیت در تمام آیت های قرآن ما نمییابیم مثل آیت الکرسی نازل شدگی بده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت شعری فضیلت. دویم روایت امام احمد ابن حنبل از طبرانی بده از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن عزیزترین آیت نزد شما کدام آیت ای فرستاده خدا؟ گو الله لا اله الا هو الحی القیوم. چرا آیت الکرسی بزرگه؟ چرا آیت الکرسی بزرگه؟ دیگراش نه؟ چرا فضیلت قدی بلنده دیگراش نه؟ برای آن که ما یگان آیت نداریم که در قرآن که یک آیت باشه و در وی 16 بار نام خدا پیهم آمده باشه. ما نداریم خیلی آیت در یگان جای قرآن که 16 بار نام خدا میبیاد. الله لا اله هو حی قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشاء عنده همش هم خدا الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي. نام خدا عظیم. 16 جدا فقط خدا. ما نداریم یگان آیتی که 16 بار نام خدا تکرار شود. چی با بزرگ بوده؟ یگان آیتی که 16 بار نام خدا چی شده گی بوده؟ یاد شده گی بوده. نداریم خیلی آیت در قرآن. دویم این آیت آیت چی را میگفتیم برادر؟ آیت الکرسی آیت چی را میگم برادر؟ آیت چی میگفتیم؟ توحید.
او آیت ملک، او اوش آیت قرض، اوش آیت های اومدگی هستن آیت ها. اما این آیت الکرسی برای چی میگفتیان؟ 16 بار توحید های در درونین، یک تا شناسی، یک تا پرستی، این میگن آیت الکرسی. قسمتی از علما گفتن که مضمون شناسا که آیت الکرسی وقتی که میگن 255 256 257 آیه قرآن هر سش آیت الکرسی حساب کردیم. آیت الکرسی را 255 256 لا اکراه فی الدین میبرن، 257 الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات تا هم فیها خالدون، هر سش میگفتن که آیت الکرسی است. اما گفتیان نه، اگر این سه تر وارد کنه آیات الکرسی میشوه، آیات های کرسی، نه که آیات الکرسی فقط آیه رقم 255 است. روایت از حضرت علی کرم الله وجهه بوده است که امامان اهل سنت و جماعت در حدیث این روایت کردیان. نزد علمای اهل تشیع هم این حدیث روایت کرده گی بودستیان، اونها هم این حدیث صحیح میدانستیان، ما هم این حدیث صحیح میدانیم. از حضرت علی کرم الله وجهه حضرت پرسیدن که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم، هر چیزی به خودش قله داره. چی داره؟ قله. یعنی نغز دانین که یه چی نمیگن قله، ما به زبان میگیم قله. امروز بلندترین قله دنیا از علمی جغرافیا کدام قله؟ ایورست و کالومبا. ایورست و کالومبا درازترین قله های بلند دنیا که زیاده از 7000 متر درجه دارن در قطارکوه های هیمالای. در این قطارکوه های طرف امریکا بلندترین قله ها کدام قله های؟ انزه. میدونیم چورا؟ قله کازبک بلندتری در این منطقه، در دنیا ایورست و کالومبا. از رسول الله پرسیدن که بلندترین قله قرآن کجا ها؟ ای فرستاده خدا، او را میگن زیروه. زیروه قرآن کدام های؟ قله قرآن کدام های؟ رسول الله میگه لکل اشیاء این زیروه، برای هر یک چیز قله های، کوفان های، بلندی های. آیا قرآن به خودش قله داره؟ ای فرستاده خدا داره؟ حضرت علی میگه شنیدم. گفت بله. گفت چیه؟ گفت آیت الکرسی. درازترین شاخه و قله قرآن کدام بوده؟ آیت الکرسی. در دیگر حدیث با حضرت علی کرم الله وجهه روایت کردیم، شنیدم از پیغمبرمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، حضرت گفتستیم که یگان انسان نیست در این دنیا که او را آدم زایدگی باشد و او از اسلام بهره برده باشد که همین روز اقلا یک بار آیت الکرسی نخونه. وای انسان نیست گفته، وای ای جهان آدمی بو نبرده، وای مادر نزایده، وای ای اسلام بو نبرده که یک بار آیت الکرسی را نخونه. دراز کر حدیثه میگه و دراز کر گفت که از رسول الله شنیدم که از قفای هر نمازتان آیت الکرسی خونه، زیرا که مرگ برای شما نزدیک و آرام میشود و ملائکه مرگ شما را آرامانه قبض میکنه. راوی حدیث در معجم الکبیر از طبرانی امام احمد ابن حنبل در مسندش، از قفای هر یک نماز چی گفتن؟ آیت الکرسی خونه. یگان شب نبود، حضرت علی گفت از روز من آیت الکرسی حفظ کردم، یگان شب نبود تا پرده خاک که من به آیت الکرسی جاگد رو. یگان شب نبود که من به آیت الکرسی چی؟ داخلی جاگد رو. ام المومنین عایشه صدیقه روایت کرد، از پیامبر دایم و گوش میکردم سوره فاتحه و سوره آیت آیت الکرسی را حضرت میخواند و در کفاش زم میکرد.
و در بدن و رو و سرش میمالید و جاگه میدرومه. انا این از فضیلت آیت الکرسی، انا این از فضیلت آیات الکرسی، انا این از فضیلت این آیه بزرگ که سه پاره قرآن میگذره این بعد ذکر میشوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که صحابگان بزرگوارش وظیفه میداد اول آیت الکرسی را میپرسید. چی را میپرسید؟ یکم آیات الکرسی را میپرسید، معناش قطعی. بعد از او حضرت میگفت کسی سوره بقره را از یاد میدانه، میفهمه، تفسیرش میدانه، مضمونش میدانه، همه آیاتش میدانه چی ده آمدگیان و یا شما راهبر مانه شما گمراه نمیشه. انا این بود رسول الله راهبر را میمون. امروز کسی را رئیس میمونه، کسی را قاضی میمونه، کسی را مفتی میمونه، کسی را پیشوا میمونه، کسی را چیز میمونه. انا این آیت الکرسی را گفته اول یکم دانه، دویم سوره بقره را گفته از یاد دانه، هر یک آیت شد دانه که برای چی آمده گیه، سبب نزول شد دانه. گفته او تمام دنیا را سیاست شد میفهمه، تمام دنیا را سیاست شد چکار میکنه؟ حال میکنه و میبنده میدانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را والی میموند، راهبر میموند، اول انامینه میپرسید که سوره بقره را میدانی؟ آیت الکرسی را میدانی؟ سه پاره قرآن یاد میشوه، در بین اونها این نگین میبیا. کسی که سه جزء قرآن اگر دانه و فهمه و زندگی کنه، او بهترین راهبر در دوشه. او میدانه چی کار کنه، او میدانه چی گونه پیش روه. انا اینه میگن برادر آیت الکرسی. بعض انسان ها قرآن نامگذاری شده سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، زنها، میگن همین نامش اساسا همینه. میگن نه نه، نام این اساسی نیست. اگر بقره را ما گردانیم ترجمه کنیم، اکثر انسان ها امروز میفهمن می نویسن سوره گاو. سوره چی؟ گاو. نه، اینجا ذکر گاو می روه، این سوره نامش بقره نیست. کلید واژه این سوره همون گاوی بنی اسرائیل است. کلید واژه میگن یعنی گپی اساسی، ستون مهره همین سوره چه برادرای عزیز؟ گاوی که در بنی اسرائیل ذکر میشوه. ستون مهره سوره آل عمران همینه که داستان آل عمران در اینجا میگذره، برای همین نامش موندن. ستون مهره سوره نساء همینه که در اینجا داستان زنها میگذره. ستون مهره آیت الکرسی همینه که در اینجا کرسی یاد میشوه. کرسی چیه؟ این کرسی برای چیه؟ ولی وقتش میبیان، بحثش میبیان، ما با شما چکار میکنیم؟ ایره صحبت میکنیم. اکنون سر میشوه که الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله این معبودی برحق، نام این الله در یگان زبان ترجمه این درست نیست. خدا به الله نمیشوه، خدا پادشارم خدا مگه مردم فارس، خداوندگار. خدا این آن کلمه ای که الله گفته میشود و ترجمه نداره، با تمام زبان باید الله گوان. یزدان، پروردگار، خدا، پادشاه، فلک، این ایجادیات مردم های. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الله تفسیر نمیشود، الله الله های. گفتن چیست؟ گفت معنی الله چیه؟ معنی الله در صفت، در نام، در ذات، ای همه چی پر. اگر ما ایره از بابی علها گیریم، از بابی چی گیریم برادران؟ علها به معنای حجاب. به معنای چی میبه برادران؟ حجاب. یک معبوده که او پوشیده ای. لیکن در این آیه مبارکه خودش گفته که الله چیست.
الله گفتن لا اله الا هو، نیست معبود مگر هوای. در اینجا گفته معنی الله چی بدهی؟ معبود، اون نامی که جانها را می سوزانه، اون نامی که در تمام زبان آرامش است، اون نامی که با گرفتن او مشکلات فراموش می شود، اون نامی که در زبانها گرفته می شود خاطرات جمع می شود، اون نامی که به زبان گرفته می شود تمام نیروها آرام می شود. این میگن الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به این نام آورده پیوستگی داد. حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند که الله چیست؟ گفته معنیش تحیره. گفته تحیره چیست؟ گفته نامش میگیری و حیران میشی. چگونه حیران میشی؟ در یک زمین تربز شکل انسان ها زندگی دارن، اما یگان جای تربز بودن این معلوم نیست. شب می شود، روز می شود، نمی دونیم شب و روز کجا می شود. همین قدر انسان به دنیا می بیان، همه اینها را از ایزی دستشان معلوم میکنن. 100 میلیارد انسان در کره زمین بیاین، از ایزی دست را معلوم میکنن. از آدم آدم به دنیا می بیان، تمام اینها ریسک میخرن، تمام اینها ریسک میپوشن، تمام اینها میگردن، تمام اینها خواب میکنن، بعد از اون میخیزن، با یک روز نیست میشون، یک روز نابود میشون. یک نیرویی که همه را حیران میکنن. در مرکز فلک زمین های، این زمین مرکز فلک های، این فلک میلیاردها دانه رنگی زمین کهکشان داره. ما حتی نمیدونیم که در بدن ما چی هست. یک نیروهای در بدن ما هست که ما خمون حیران بشیم. همین قدر علم پیشرفت شده است، مخلوقات الهی نه و کشف شده است. چی یک نیروهایی که همه را حیران میکنن. ابن سینا کتاب نوشته با نام متافیزیکا. یک نیروهایی هست که ما او را به چشم نمیبینیم، نه که اونها دنیا را اداره میکنن. اسحاق نیوتن، یکی از فیزیکدان بزرگ عالم اروپا و این یهودی، گفته نزد ما فیزیکدان ها تمام اشیایی که به چشم معلوم هست و اثبات شد اگر ما 100% مانیم، آن چیزی را که امروز انسان ها به چشم میبینن نه چند فایزش کشف شده. انمی قدر چیزی که امروز به شریعت میبینن نه چند فایزش کشف شده بده؟ 6%. 94% اینه ایش که نمیدونی سویلی اکن نو انا ویروس ها رو شناخته براورده سیان. حالی همین ها رو نو 6% معلوم شده بوده است. 94% همین ها کسی نمیدونه میگه. از آن جمله این شخصیت در کتابش آورده که 73% انا این 100% که در نزد ما فیزیکدان ها معلوم است، 73% گفته نیروهای انرژی هم. عرب او را ملائکه میگه، ما او را فرشته میگیم. در طبیعت قوه های جاذبه هستن، گفته که این آسمان و زمین و این نیروها را میقپن. آمنت بالله و ملائکته. این یهودی میگه که 73% بین آسمان و زمین قوه انرژی هست. 73%. اما رسول ما میگه نفس ها را کی میبیاره؟ خوراک کی میبیاره؟ جان کی میگیره؟ خواب کجا میبره؟ خواب شما را کی میبیاره؟ دستای شما را کی راست میکنه؟ باران کی میبیاره؟ رسول ما میگه ملائکه داره. این ابرمرد میگه 73% قوه های انرژی هن. میگه اینها را گفتن نمیشون. حتی در اینجا با بحث میکنه نیروهای هستن، میگه که میتونن زمین خاکستر کنن. شما را نمیشناسه میگه. اثبات علم فیزیکی افتگه میگه او را دیدن نمیشون. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن جبرائیل 600 قنات داره، هر قناتش قوه داره که زمین خاکستر کنن.
این اثبات کرده سم حدیث را. ولی ما نو 6 فایز از همون بودگی ها را اثبات کرده علم. 6 فایز حالی نیروهای هستن که ما او را نمیدونیم، قواهای هستن که ما او را نمیدونیم. الله تحیره همه حیرانه، همه را حیران میکنه. نگردن کشان را، نگردن کشان را بگیرد بفور، فیسق، فسیان، گناه، جنایت، ظلم کرده سیان، حیران میشیم چو تیز نمیگیره شم، چو تیز نمیگیره گردنش شکنه، حیران میکنه چو ای قیف فیسق میکنه چقش نمیشه. نگردن کشان را بگیرد بفور، نه عذرآوران را بیراند به جور. 70-80 سال در جنایت های یکی میبیو میحرام نمیگه من توبه میکنه با سرش نمیکنه، میگه بیو هویه، میگه درگو بیو. هزاران تختشی نمیگیره به زمین میزنه، یان تخت قشا را میگیره تختشی میکنه، حیران میشه. اینا میگن الله لا اله الا هو. الا به معنای چه برادرها؟ هم خیلی کلمه فهمیدگی هم اله به معنای چی بوده؟ آهن ربا. الله نیست آهن ربایی مگر خودش. بسیار آدم ها خدا میگنن که آهن رباشون دنیا های او کشیده استشون هم امام مسلمانم الحمدلله اونه که آهن رباش دیگه جو های. اگر ما بوده گویی که نه فاسق منافق خدی جنگ میکنه، او خی میگه اوهان ربایی تی دیگه چیه؟ پیغمبر میگه کسی گوه لا اله الا الله با داخل بهشت میشوه. او کدام اله؟ اوهان رباش کی باشه؟ الله با جاغ بهشت میشوه. ای خیلی توتی هم میگه، ای خیلی هم مسیحی مجبور کنی لا اله الا الله میگه. اگر اوهان ربایی وی کی باشه؟ بحث کلان آیت الکرسی سر میشوه کنون. اولین نتیجه آیت الکرسی ابراهیم پیغمبره. آیت الکرسی تمام میشه و با داستان ابراهیم سر میشه. آیت الکرسی را فرزندش ابراهیم های نمرود نیست کرد، قیام کرد. ما فرزند های کیم؟ پدری ما کیم؟ ما فرزند های ابراهیم هم. ما فرزند های آیت الکرسی هم. سفر را روز کریم، تلفوناتون را خاموش کنیم. اما دیگه بنام